من بهروزم جون من دستمو برداشتم هیچی نکن سر صدا را ننداز باشه قول میدی آره آقا بهروز دست درد نکنه خالیبند که بودی دوزم شدی آقا بهروز اصلا از شما توقع نداشتم اصلا ناراحت نباشی حالا که فهمیدم آقا بهروز دو نیست بریم بخوابیم دیگه چی رو بخوابیم من باید تکلیفم رو روشن کنم الانم در میزنم کلان کلی خود من دوزی کردیم آقا بهروز باید توضیح بدی نصف شب تو خونه آخش حال چی کار توضیح میدم فقط اون چوبو ازش بگیرین توضیح میدم خیلی خب پس اقلا بریم تو خونه تو حیات خیلی سرده بریم خشایر رو ببر من جایی نمیام نمیتونیست اینو از اول بگی خب اقل نصفشم میخواستی ما رو زابرا کنی آقا غلام روم نمیشد چی کار کنم چطور رود میشه بیای خونه مدوم دو جنگاری خب آقا بهروز راست میده دیگه شما با معرفت‌تر از این حرفا بودی روی کسی زمین نمینداختی که خب فولاد جون آقا غلام اون چوبشو نگه دار خیلی خب نمیزنه فولاد جون نوکرتم من پولم من یه مقداری پول 500,000 تومن داده بودم به رفیقم یک سال و نیمه دارم دنبال پولم میدوام مامانم هم گفتش دیگه این پولو به کسی نده اگر پول میدی ضمانت بگیر چشم ترسیده بود ندادم با آخجایا خیلی خب حالا هرسی جوش نخور خدا رو شکر حساب این پول معلوم شد کیه از کجا معلومه که خالی نمیبنده غلام چیش ببر آقا خشایر من خودم شاهدم شما مادر چیش پریدی شهادت شما برده قبول نیستش تا ثابت نکنی من پول بهتون نمیدم آقا خشایر عجب آدمی ها آقا غلام به جون خودم به جون این آقا وحید پولا مال خودم بود به جون فولاد پولا مال خودم بود به جون فولاد پولا مال خودم بود آقا به جون این فولاد پولا مال خودم بود خیلی خب آقا نمیخواد قسم بخوری ما میدونیم پول مال توه پا چرا اینجوری کرد شما خودتون رو ناراحت نکنید اجازه بدید ما بریم نصف شب استراحت بکنیم بخوابیم فردا صبح من همه چیزو حل میکنم خدا از بزرگی کمتون نکنه آقا غلام ببخشید زابراتون کردیم ها حالا که این کار کردی ببخشید بالش گیر آوردی اینا آقا وید پاشو برو خونه تو جانم پاشو برو خونه تو بخواب دیگه وقتی شما مزرم شدی ببخشید شب بخیر قربان شما چکیه خداحافظ آقا این مردم عجب بی ملاحظن ها گرفته همجا نشسته پاشو برو خونه تو گفتم بهش پاشو برو خونه تو دیگه تو برو پاشو خونه تو بخواب دیگه تو اینجا میخوابی شد؟ نه دیگه اونجا چشم خدا حافظ شما ببخش مادر جانم جمعیم خدا حافظ افهای بی خودی میاد جمعیم خدا حافظ تو چند نفری؟ خشایار تو هم دیگه کوتا بیاده داشت من همین که از دست شکایت نکردم باید ممنونم باشه ولی خودم چیزون من خب آقا بهروز که از شما معذرت خواهی کرد؟ معذرت خواهی کرد من بیشتر از اینا روش حساب میکردم ولی این معرفتی که پول داشته باشه حتی هم بگه ندارم نه شما بگید این معرفته نه حق با توه بهروزم که به اشتباه خودش پی برده از طرفی تو هم توقعت بیجاست آقا خشایار بابا پول خودشه دلش نخواسته بده این دیگه مسئله نیست که ولی حق با توه بهروز نباید بهت دروغ میگفت بفرمایید این پولو بری با آقا بهروز فرش هم یه چیزی بهش بگید ببینی بگید دیگه استقرار نیاره آره آقا خشایار شما خیلی با معرفت تر از این حرفای کوتاه بیا دیگه پولا جان
من اگه معرفت داشتم برای رفیقم پول جور میکردم، فهمیدی؟ که نتونستم. آقا خشایار تو تلاش تو کردی حالا نشد. راست میگه دیگه، الان آقا بروز پشت دره، اجازه بدید بیاد معذرت خواهی کنه. نو بخواد اصلا حرفشو نزن، فهمیدی؟ خب بذار بیاد عذرخواهی کنه دیگه آقا جون. وقتی 200,000 تومن پول ازش میخواستم داشت، چرا نداد؟ چرا رو به من نمیونه داد؟ چرا؟ آقا خشایار تو که باز خالی میبندی چرا میگی چشم؟ آخه بهروز خالی بند بدون خالی بندی میشه بهروز معمولی. اینا از همینجور خالی ها میگن نبند و یا تو خودت معرفت داری. من نمیتردم هرچی شما بگی آخه شو. بیا آخه شو. بیا آخه شو. این 300,000 تومن اینم 200,000 تومن کنه 300,000 تومن آقا شر 100-200 تومنش مال رفیقته بگو روش حساب کنه دیگه. آقا شر تو آخر معرفتی شده بس مخلصی آقا مخلص. شما یه خوردم اون برتری باشه. ما چکت آقا ما رو ببر ماه شده تو ماه